سوری ها به شمول بیجا شدگان در کمپ های مهاجرین که در شهرهای تحت محاصره درگیر ماندند، در حالی که برای ایجاد صلح در کشورشان دعا کردند، تعهد سپردند که برای برآورده شدن آرزویشان در مراسم حج شرکت کنند. شکر خدا، مشکل نداشتیم و امیدوار هستیم خداوند ما را ببخشد و به بحران سوریه خاتمه بخشد، به جوانان کمک کند و بر ما رحم کند. بسیاری سوری ها در روز عرفات در کوه الرحمه جمع شده و برای ختم جنگ 5 ساله در سوریه دعا نمودند. امیدوار هستیم که خداوند بر ما و سوریه رحم خواهد کرد و بر تمام کشورهای عرب که با بحران جنگ مواجه اند رحمت می کند. ما دعا می کنیم و اگر خواست خداوند باشد انتقام مردم ما را از بشار الاسد و طرفداران وی بگیرد. برای ما او یک انسان کافر است و کسانی که از وی طرفداری می کنند نامسلمان هستند. یکی از زائرین سوری مهاجر در ترکیه بود، گفت اقاربش از وی خواستند تا به کوه رحمت در عرفات برود و برای سوریه دعا کند. سایر زائرین نیز برای ختم جنگ در کشورهایشان دعا کردند. بله، می خواهم برای صلح در یمن دعا کنم، برای کسانی که در سوریه و عراق هستند و برای همه مسلمانان دعا کنم که خداوند اسلام و مسلمانان را پیروز بسازد. حج یکی از 5 بنای اسلامی است. سال گذشته حدود 2 میلیون مسلمان برای مراسم حج به عربستان آمده بودند. قرار گفته مقامات سعودی حداقل 1.3 میلیون مسلمان برای ادای مراسم حج آمدند. مراسم حج که از 10 سپتامبر آغاز شده است برای 5 روز ادامه دارد. وزیر داخله عربستان سعودی به روز جمعه اعلام نمود که برای تامین امنیت مراسم حج حدود 100,000 نیروهای امنیتی سعودی تعبیه شدند تا ازدحام زائرین را حین مراسم حج تنظیم نمایند. جیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.